اشاره به یک دبیرستانی داره توی مشهد که در زمان حکومت سلطنتی دانش آموزانی که بسیار در سطح بالایی بودند مورد پذیرش قرار میداد، کنکور ورودی داشت. عنوان مقاله به این خاطر انتخاب شده که بسیاری از کسانی که در قتل عام 67 به قتل رسیدن در این محل انجام میشد. از مقطع 61 نیروهای سرکوب سپاه اومدن اختیار بند زندانیان سیاسی توی زندان وکیل‌آباد به عهده گرفتن، یعنی روش سرکوب در هم شکستن تفتیش عقاید شروع شد. عناصر فعال رو شناسایی کرد، تبعید کرد به زندان دبیرستان اعلم که ما بهش زندانیا بهش میگفتیم جزیره. چرا جزیره؟ چون کسانی که میبرد اونجا ارتباطشون با بیرون کلا قطع شد و کسی اطلاعی نداشت. مردم تو مشهد به نام زندان کوسنگی این محل رو میشناسن. مرداد 60 این حمیدرضا رو در زندان وکیل‌آباد مشهد دیدم. حمیدرضا رو بهش حکم 3 سال یا 5 سال زندان دادن. جرمی نداشت، 20 خرداد دستگیر شده بود. جرمش هم فروش نشریه بود تازه. خب این چی شد؟ آزاد نشد. در 67 در محل دبیرستان اعلم در سالن ژیمناستیک دبیرستان اعلم که بعداً اون سالن رو رژیم تبدیل کرد به موتوری سپاه بهش میگفتن، حلقاویز شد. علی گلی با من نسبت پسر خاله بودن داشت. پسر خاله تو؟ بله بله. گروهبان ارتش بود. این با اینکه 20 روز از حکمش گذشته بود در مرداد 67 این هم به دار آویخته میشه تو همون دبیرستان. محسن حنایی بود، اون هم مجاهدی بود که در جبهه های جنگ در نینجر سالهای 58 رفته جبهه جنگ و مجروح بود. وقتی از اینکه میاد دستگیر میشه سال 62 تو زندان بود و دائما به خاطر همون جراحتاش بیماری داشت. این هم نگذاشت سال 67 شهید. سال 67